خیلی بیشتر از این باید به فکر مردم باشن، تو مردم باشن. خیلی حیفه این مردم، کسانی هستن که آبرودارن محمد جان، یعنی صبح تا شب درست کرونا رو در مقابل دارن، ولی برای امرار معاششون مجبورن مستقیم با کرونا بجنگن. حیفه یه همچین افرادی رو ما به خاطر کمترین امکانات بخوایم از دست بدیم. خواهشم اینه که یه رسیدگی بیشتر بکنن. این تورم رو به هر طریقی که بلد نیستم من، چون همه دوستان من یه دفعه بیزینس، یکی از دوستان دو سه تا کلمه خارجی پدر منو در آورد. یکیش بیزینس بود. خب چرا این من اصلا نمیدونم بیزینس چیه. ما یه پولی جمع کرده بود گشتیدیم بازار، بدبختی تو بانک. رفیقم توی محفلی بود، همه اونا بودن صحبت میکردن، گفتش که شما، گفت اینا، گفت دوستان بیزینسمن شما هم بیزینسمنی؟ من اصلا نمیدونم چی. گفتم آره، مثلا من فکر کردم اینکه آدم مشتی هستی. اون مبلغ پولمونو دادیم در دست اون، اونم بچه خوب به باد فنا رفت. بعد رفت من اومدم رفتم، رفیقم گفتش که چیکار میکنه؟ گفتم میخوام خونه بسازم. منم گفت بیا تو اسب سرمایه گذاری کن. گفتم اسب؟ گفت اسبای کاسپیان ایرانی دونه 1.5 میلیون. 300 میلیون 15 سال پیش دادم اسب، یکی یکی خوردن و مردن، جنازه‌شون بردی دفن کردی، هیچی برامون به جز فوشای همسایه باقی نموند. تو باقی که داشتی میامدم میگفتم ما هم همسو با اونا فوش میدادی به خودمون. توصیه میکنم کسی از من بیزینس رو پیروی نکنه، ولی اونایی که اهل بیزینس هستن، مسئولین عالی رو تو عالم بیزینس یه کاری بکنن که مردم نجات بدن. انشالله. خیلی عالی.